ای که در نگاه تو خورشید خفته است سرنامه را به نام تو آغاز میکنم به نام خدای بخشنده و مهربان و عرض سلام و احترام خدمت همه شما خانواده های عزیز فامیل های محترم و هموطنان گلم امیدوار استم جور من باشین و سلام گرم تقدیم همه شما عزیزانی که همیشه زیبایی های زندگی را میبینین و به دنبال خوبی ها و زیبایی ها و مهربانی ها هستین چی حال دارین خوب هستین جانتان جور هست خدا را شکر که امروز هم همراه شما عزیزان هستیم با برنامه روشنا و یک موضوع بسیار خوب و زیبایی که امروز همراه شما عزیزان هستیم و در خدمت کارشناسی که میخواییم با شما عزیزان گفته کنیم تا آخرین لحظات همراهی همه شما عزیزان را خواهان هستم و میخواییم که خدمت شما بگوییم که ما در روزهای یک شنبه نسبت به موضوعی بسیار مهمی که مثبت اندیشی و رضایت از این زندگی هست با شما عزیزان گفتگو کنیم مثبت اندیشی چی هست و رضایت از زندگی چی هست اینها را در برنامه اول با شما عزیزان گفتگو کردن و اینکه که چه خوب هست که ما همیشه در زندگی مثبت ها را ببینیم اگر مثبت اندیش باشیم توانیم موفقیت ها را زودتر به دست بیاریم و با سختی ها و مانع هایی که در زندگی ما وجود داره میتونیم به راحتی کنار بیایم و اونها را به حال پشت سر بانیم خدمت شما عزیزان بگویم که رضایت از زندگی و مثبت اندیشی امر بسیار مهمی هست که عواملی داره برای ما یکی از عوامل مهم از او در هفته پیش گفتگو کردیم و او هم واقعیت های دنیا و زندگی هست و ای که حال دنیا محل گذر هست و محلی است که ما باید در او امتحان شویم و ما زندگی اصلی و ابدی ما در جهان آخرت هست پس بنابراین زیاد به این دنیا دل نبندیم و یکی از عوامل معصر دیگه هم قناعت هست که امروز میخوایم که نسبت به این موضوع با شما گفتگو کنیم و میفهم که شما عزیزان بیننده شما مادرها و پدرهای محترمی که همکنون بیننده برنامه هستین جز افرادی هستین که همیشه قناعت داشتین در زندگی و میدانین که قناعت کلید خوشبختی ها هست در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم خانم حسن زاده عزیز سلام علیکم و خوش آمدید نمیم. بسم الله الرحمن الرحیم بنده و سلام و عرض عدب و احترام دارم خدمت شما مجری توانای برنامه و همچنین بینندگان عزیز برنامه روشنا امیدوارم که در هر کجا برنامه رو میبینن جور و سعادتمند باشن الهی آمین جور و سعادتمندی یک یک شما خانواده های عزیز را ما آرزومند هستیم با ما در ارتباط باشین عزیزان نمبر واتساپی را ما هر روز برای شما میگیم باز هم میگیم میتونین که سوالاتی اگر در ذهنتان هست میتونین با ما در ارتباط باشین کارشناسان ما با سوگوی سوالات شما هستن و میتونن به شما مشاوره بدن مثبت 964 780 255 40 13 نمبر ما هست و شما اگر پیشنهاد انتقاد هر صحبتی که دارین ما پذیرا هستیم و ما ادامه صحبت ها خانم حسن زاده عزیز که امروز تشریف آوردن و برها روزای یکشنبه ما با خانم حسن زاده عزیز گفتگو داریم خب اما مثبت و رضایت از زندگی یکی از عواملی که امروز میخوایم صحبت کنیم در رابطه با قناعت هست یه تعریفی از قناعت داشته باشین یک مقدمه ای نسبت به موضوع بگوین برای عزیزان بیننده بله همونجور که شما فرمودین موضوعی که بحث ما در مورد مثبت اندیشی و رضایت از زندگی در جلسات قبلی که در خدمت بینندگان عزیز بودیم در مورد اینکه زندگی اصلا چی هست و تعریفی از زندگی گفتیم یعنی زندگی همین صرف روزمره و تیر کردن امورات تنها نیست بلکه انسان باید هدفی داشته باشه در زندگی خودش ب... چون همین هدف به زندگی از به انسان معنا میده و متان می انسان راه را ادامه بده و با تلاش که میکنه به موفقیت ها برسه گفتیم این رضایت در زندگی چجوری در انسان زن... ایجاد میشه یک بحث می بود و گفته میگه اول را که اعتماد کنیم به خداوند حاضر و ناظر ببینیم خداوند رو در زندگی خودمان و بتانیم که کارها و اموری که انجام میدیم خداوند رو در اونها امه. حی و حاضر ببینیم و باعث میشه همین ناظر بودن خداوند در کارهای ما و کارهای خود برای خدا انجام دادن زندگی برای انسان بل... راحت بشه مشکلات به جایی که سخت بشه آسان. آسان میشه. میشه. فکر می این نو مثبت اندیشی حالا مثلا زده این واجبه برای ما احسن. یعنی اگر ما بگیم این مثبت اندیشی رو در زندگی داشته باشیم ولی نو ای که ایمان به خداوند ما کامل باشه و بفهمیم که قدرت خداوند لا یتناهیز و به غیر از او هیچ پناهی وجود نداره برای ما این بزرگترین مثبت اندیشی است و فست. واجب هست برای ما همه باعث میشه که انسان یک احساس خوشی به داخل زندگی خودش، احساس, باشه. راحتی. احساس راحتی، آرامش بله. و شادی داشته باشه، گفتیم عوامل متان در رضایت از زندگی انسان دخیل باشه. درست. در جلسه قبل همون شو که شما فرمودین ما شناخت واقعیت دنیا رو گفتیم. اگه انسانی بیایه او شناخت رو از دنیا به دست بیاره و او آگاهی های لازم را از دنیا به دست بیاره، خیلی متان مهارت‌ها رو کسب کنه، ای که دنیا یک پلیه، پلیه. امه. محل گذر انسان دائم نیامده در این دنیا ب... بمانه بعض وقت ما فکر میکنیم همه دنیا است و بس هر چی در این دنیا تونستیم جمع کردیم به بت... تلاش کردیم و می دنیا نه دنیا زندگی کردن برای هر انسانی باید زندگی کنه یعنی بلی. انسان جز کارهای روزمری از اون. چون آفریده شده به دنیا بلی بلی. باید زندگی, باید زندگی کنه تلاش کنه کوشش کنه ولی جوری باید زندگی رو برنامه ریزی کنه که به هدف نهایی از اون که آخرت هست مم. که اون هست که باعث میشه که نتایج ای دنیا رو در اونجی ببینه این رو مد نظر داشته باشه پس گذر و موقت بودن دنیا خیلی به انسان کمک میکنه مم. که احساس رضایت بکنه درست. چیز دیگه که ما از عوامل دیگه که امروز میخوایم در خدمت بینندگان عزیز باشیم این است که انسان خوب است که در زندگی خود خود قناعت داشته باشه بله. این قناعت خیلی میتونه به او احساس رضایت بده چون بعضی از وقتا این بحث قناعت رو هم خانم زوری ای رو بگیم بعضی وقتها فکر میکنن این یک احساس همون که گفتیم رضایت زندگی احساس درونی است بله. قناعت کردن هم احساس درونیه چون بعضی از افراد هستن بسیار مال اموال دارن ثروت بسیاری دارن ام. خب این ثروت کلان خود خب نمیتونن درست از اون استفاده کنن یا بیشتر از اونا بیشتر میشه و روز به روز میخوان بیشتر کنن این ثروت خود خب, خب پس اینجی همی تمه از اونا و قناعت ندیشتن از اونها باعث میشه من روزی رسانه همه ما ای اعتقاد رو داریم بله. و حق الان بیشتر از افرادی که مثلا وقتا میگن که ما ایشته مثلا از این مورد بگذریم این است که انسان قان... تا قانه باشه مثلا باید تلاش کنیم و اینا میگیم قناعت با تلاش کردن هیچ منافاتی نداره انشاءالله ما در بحث بعدی این رو مطرح بله، میکنیم بله. ولی چیزی است که تامین روزی از واقعا نیاز نیازهای اساسی بشر هست درست. یعنی باید دنبال نیاز روزی خود برسه بره خب ولی این دنبال روزی رفتن خانم زوری فرق میکنه تا اینکه که فرد مدام تلاش کنه برای روزی خود هر روز که روزی به دست میاره بیشتر از اون رو میخواد چون انسان جوری آفریده شده تمه داره بله بله. و بیشتر از اون رو میخواد و حد معمول برای از او قرار نمیده اندازه برای از او قائل هم. نمیشه همین بحث قناعتی که ما مایم بگیم این است که برای روزی خود انسان قناعت قائل بشه مم. یک مقداری به اندازه از خود خود کفایت قائل بشه درست. خب همین باعث میشه که انسان ما داریم در روایت های زیادی داریم و در خود آیه قرآن هم تاکید میکنه بله. که خداوند روزی رسان هست یعنی رازق خیلی از آیات قرآن بله. به کار رفته است که میگن از جمله سوره زاریات که آیه 58 ان الله هو الرازق یعنی هو رزاق یعنی خداوند است که روزی, روزی میده دهندست. روزی دهنده است یا رازق بودن رو در بعضی از آیات بدتر میکنه خب پس این رو اگه خب انسان پیش خود خوب انسانی که هنوز به دنیا نیومده بله هنوز یک جنین در شکم مادره درست. او روزی داره خداوند براش روزی شد که مناسب از او باشه بله. قرار داده بله. کودکی که به دنیا میاد شیر از او رو قبل از به دنیا آمدن از او خداوند متعال فراهم, فراهم کرده چطور یک انسان بالغ و عاقل او روزی خداوند بره از او فراهم نکرده باشه. حتی ما داریم در روایت ها هر جنبنده یعنی نه تنها انسان حتی حت... یک مرچه ای که در اصلاً... دل خاک است او روزی از او روزی از میرسه میرسه حالا می این بعد بس... ای دلیل نمیشه دیگه که ما بگیم که خب دیگه حالا خدا روزی رسان هست دیگه حالا ما میریم دیگه گوشه خب مفتیم فقط تلویزیون سعی کنیم بس, کنی و... بس جدا جداگانه هست ولی خب ما جدا... یک نکته را این قسمت گفتم که از بیننده یعنی مثلا این دقیقا این نظر که من الان میگم و مطمئنم خود بیننده عزیز ما هم متوجه این موضوع هستن دیگه که بله روزی رسان خدای بزرگ هست به شرطی که از ما حرکت هست که از او برکت هست بزرگ. ما این رو میخوایم بگیم که خدا من روزی رسان است که ترس نداشته باشیم دلوقتي. ترس از روزی نداشته باشیم که امام علی علیه السلام میفرمایند یکی از عوامل هلاک کننده هم عدم رضایت از زندگی میتونیم بگیم حلاک... یکی از عوامل هلاک کننده مردم این است که ترس از فرق دارن میترسن روزی از اونا فردا امروز از فردا قطع شده در صورتی که ما میگیم نه خدا روزی دهنده ممکنه به یکی بیشتر بده به یکی کمتر آه. قرار بده این نکتهش مهم است اصل... به یکی بیشتر به یکی کمتر حالا نسبت به این موضوع بعد از میان برنامه گفتگو میکنیم خانم شاید. حسن در سوالات ما بسیار زیاد است نمیفهمید که میتوانیم جوابگو اینا باشیم یا نه شاید عزیزان بیننده ما هم امیال سوالات زیادی در ذهن دارن خب مثلا خانم حسن زاده شاید سوال باشه بگویند که ما خب در یک روز تلاش خودم میکنیم ولی متاسفانه میبینیم که به جای نمیرسیم چرا که عوامل محیطی تاثیر مانده کشور ما افغانستان خب بینن که چه قدر مسائل و مشکلات زیادی در این کشور وجود داره که دوچار فقر شدن مردم ما شاید تلاشم میکنن شاید کوشش میکنن ولی بازم میبینن که در فقر هستن خب چطور میشه در اینجا روزی دهنده خدای بزرگ هست درست ولی آره تلاش و کوشش ما هم که میکنیم تاثیر نمیکنه این قضیه چی گپ میشه خیلی صحبت میکنیم میکنیم بعد از یک میان برنامه‌ای که تقدیم عزیزان میشه

تشکر از همراهی شما خانواده عزیز و فامیل های محترم بسیار خوشحال هستیم که در جمع صمیمی شما خانواده های محترم هستیم شما مادرها و پدرهای عزیز که در جمع با خانواده پر از لطف و مهر و محبت خودتان ما را هم پذیرا بودن امیدوار هستم که هر روز بیننده برنامه روشنا باشن که موضوعات بسیار خوب و اساس و مهم را در زندگی ها مورد بررسی قرار میته و انشالله که عمل کنیم اینها را در زندگی و به حال نتیجه زورا ببینیم خب در ادامه صحبت ها با خانم حسن زاده عزیز هستیم و میبینیم که بله برحال گفتیم که روزی دهنده خدای بزرگ هست هو رزاق و تلاش و کوشش بنده ها هم خودش میتونه که اهمیت مهمی داشته باشه بله الان سوالی رو در قسمت قبل برنامه بر... مطرح کردین یعنی گفتین که فردی میره مثلا دنبال کسب و تلاش و اینها میره ولی یک عوامل دیگه میتونه در او تاثیر بگذاره، بذاره به روزی که حق از او هست ممکن است نرسد امه. ما در روایت های زیادی خانم زوری ای بحث رو تاکید کردن همه اینو گفتن برای هر فرد روزی از او قرار داده شده است ما حتی داریم که فرد بسات خود خورد در دم دکان خود خورد باز کنه حتی بسات م... چیز مغازه رو پنگ کنه و این تلاش خور کرده یعنی امه. چیزی که وظیفه از این فرد بوده انجام داده و بقیه دست خداونده جوری نیست که خداوند اهل ایال رو و خود از این رو رها رها کنه امه. ما حتی بعضی وقتا خانم زوری این رو دقت کنیم بعضی وقتا این دقت میکنیم این که به همیشه سرپرست خانواده رو ما کسی میدانیم که روزی دهنده سرپرست ای خانه روزی ای خانه و خانواده رو تهیه میکنه ولی ما یه چیز بالاتر میخوایم بگیم این فرد واسطه هست هیچ وقت آه. پدر، پد، یک پدر و خانواده نگه اگه من نباشم روزی ای خانواده از بین رفته بله. بلکه روزی دهنده اصلی خداوند چون خالق و مالک هستی خداوند است پس روزی دهنده خداوند چه خانواده هایی که مثلا به هر دلیلی پدر خانواده باعث شده که از فوت کنه بله، از بره بله. بله. ولی این خانواده روزی خودشان رو دریافت کردن از جانب خداوند به طریقه های مختلف پس اصل باید این رو در نظر بگیریم که رازق بودن خداوند است و اگر هم کسی داره این رو مثلا انجام میده پدر خانواده هست و مثلا یا اه سرپرست خانواده اینها واسطه هستند و او خداوند متعال اصلی است که دقیق دقیق روزی میده بس ما،, ما میخواستیم بس قناعت رو بگیم آها. که کلید احساس رضایت هست کسی که میخواد در زندگی احساس رضایت کنه احساس شادمانی کنه باید قناعت رو پیشه کنه قناعت خودش به این منظور است به همان مقداری از دنیا که نصیب ما بشه ممکنه یک دوره واقعا ما رزق روزی زیاد و فراوانی نصیب انسان شه اه. و یک موقعی هم که از نعمت های الهی کمتر نصیب انسان بشه یک که قانع باشه انسان بله. یعنی او چیزی که دریافت میکنه علاوه کم بودن از خداوند رو هم شکر کنه چقدر اهمیت داره اگر همه انسان هایی که زندگی میکنن در کنار هم در یک جامعه اگر همه قانع باشن و قناعت داشته باشن باعث میشه که مال مردم نخورن احسان. مال افراد یتیم نخورن که آنها بیروزی نشن اونها مالشان کم نشه هر کس قانی باشه به با همون مال خودش و به همون روزی خودش که برش خداوند مقدر کرده اصلا ولی بعضی ها برعکس خامشوری هر سونا رو نمیذاره زیاده طلبی هر چه دارن دو مال بیشتر میارن ممکنه ثروت کلانی داشته باشد میخواد ثروت خوب بیشتر کنه اگر مقامی داره مقام خود بالاتر ببره شهرت خود بالاتر ببره خب این قناعت دیگه بهش نمیگن این هرس میگن همه هرس باعث میشه که غم قندو در دل انسان جای بده ام. حتی همیشه انسان نالان باشه و حتی در کارهای خود خود ناکام باشه یعنی مرتبه بله. خیلی بالاتر هرچی دیشته باشه هنوز هم بگه من ندارم ما، میگن که تو الان خانه داری ماشین داری ممکنه خیلی از این چیزها رو نداشته باشه این برمیگرده به روح انسان یعنی بینیازی انسان و قناعت بلی. بیشتر تا اونجایی که به داشته های انسان مال اموال انسان به شهرت انسان برگرده به درون انسان همونطور که گفتیم جمعی. رضایت احساس درونی است به درون انسان برمیگرده ممکنه یک خانواده خیلی ساده زندگی کنن ولی او خانواده احساس بینیازی میکنن دلستن. به خاطر که افراد قانعی هستن ولی یک خانواده مال کلانی دارن ثروت بسیاری دارن ولی همش نالان هستن بلی. چون روحیه نیازی رو ندارن دقیقاً. یعنی روز خوش ندارن به خاطر از اینکه قانه ندارن. غیر مثلا میگن این کم داریم یا این ای نیست چرا سامان های تجملگرایی و چشم همچشمی و این گپ ها باعث میشه که خوشی های زندگی خودشان را فراموش کنن بسیار عالی ام. حتی همه حسادت هایی که دارن باعث میشه که شادی از زندگی از اونها بره آرامش ام. از زندگی بره خب وقتی چیش می از اونها به زرق و های دنیا میفته فلانی داره ما چرا نداشته باشم این غم و قصه اندو فرامیگیره. می میگیره خب احساس رضایت مطمئنا از زندگی نداره پس قبل از داشتن مادی و ام 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 چیز انسان خوب است که بی‌نیازی درونی داشته باشه اینو دیده خود, خود تغییر بده بله دیده خود خورت غیر بده آه. و ای باشه که من با او چیزی که خدا برای من مقرر کرده کفایت میکنه خب ای با ای بی احساس بینیازی هست که برای او قناعت پدید میاد و احساس شادکامی حتی در زندگی خود خود داره و انسان های قانه انسان هایی هستن که هیچ وقت وقتی که حتی کسی از اونها میپرسه که مثلا زندگی تو چطوره همش میگن شاکر خداوند هستن, هستن و احساس رضایت در زندگی خود خود داره و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماین آگاه باشید برای هر کسی روزی است یعنی هیچ کس نیست که در این دنیا خداوند او رو خلق کرده باشه آفریده باشه و روزی براش قرار نداده باشه خب که ناچار به اون میرسه. چی بخواد چی نخواد او روزی به او میرسد اگر به اون راضی باشد مایه برکت است یعنی شکر نعمت شکر کنه. باعث میشه که نعمت از او برکت کنه و اه. فزونی کنه و اگر هم نیازهای از او رو ف... باعث بشه نالان بشه شکر نکنه و ناراضی باشد مایه برکت نیه و حتی باعث میشه روز به روز نیازمندتر باشه شکر نعمت نعمت کنه خب این باعث میشه که اولین کاری که انسان بکنه به این تفکر کنه من الان چی دارم آه. و از داشته خودم چقدر راضی هستم و چقدر او داشته خود خور میتونم شک کنم درست. یک مطلب دیگه ای که در بحث قناعت انسان رو خیلی کمک میکنه که انسان قانع باشه انسان ما گفتیم حسادت و زرق و برق دنیا ام. انسان رو باعث میشه احساس ناراضیاتی بله. در زندگی به وجود بله. بله. در بحث قناعت که میتونه عامل قناعت در انسان باشه این است که انسان همیشه بالا دست خود خور نبینه خود پایین پایی دست خود ببینه. ببینه چون وقتی پایین دست خود ببینه ام. کمتر به نداشته های خود توجه ده، میکنه ده، ده. بیشتر به داشته های خود خود ده، توجه میکنه ای است که مثبت اندیشی در انسان به وجود میاد ای است که احساس رضایت و شادگامی ام. در درون انسان به وجود میه حتی به انسان کمک میکنه که سختی ها رو یک کاهی مثلا سختی در بله. زندگی هست کوه نکنه دقیقا. بلکه حتی میتونه او کوه رو هموار کنه ام. و بتونه از او کوه به راحتی رد بشه و به موفقیت که داره برسه دقیقا یک مطل داریم ما خانم زده که میگیم که نان و پیاز پیشانی باز احسن شدیده نیره؟ بله خب این مطل چاید قسم بسیار زیاد در نظر نیای ولی اگر خوب با دقت ببینه همه مثبت اندیشی است یعنی درست است اگر نان و پیاز میخوریم ما ولی همه را با پیشانی باز در جن با رویه خانواده با شاد با آرامش. با آرامش در بگو بخند و ای که به خوشی باشه ای که نه ای که خدای نکرده بهترین نان و دسترخان باشه ولی در غم و جگر خونی باشه این خود یک هنر خانم زوری مهارتیه که سختی ها رو انسان برای خود خود کوچیک کنه یعنی سختی هایی که میتونه اونها رو بزرگ جلوه بده اونها رو کوچیک کنه نداره حتی نداشته های خود رو بگه که دنیا زور گذر است همون بحثی که قبلا ما مطرح کردیم دنیا پلی است که ما میخوایم فقط رد بشیم پس اگه نه یک جایی هم نبود اینکه خداوند در او دنیا بهتر از او رو به ما می قرار میده پس این کسایی که احساس رضایت نمیکنن از لذت زندگی خود خور محروم کردن نعم. و باعث میشه که از او زندگی لذتی که ببرن به قدر کافی نباشه حتی گاهی اوقات باعث میشه که همو زندگی رو برای خود خود تلخ و دشوار کنم دارد. پس قناعت رو میتونیم بگیم که ثروت برای انسان ام. کسایی که میگن ما ثروت داریم اگه قناعت نداشته باشن تمام و هرس و اینها اونا رو نابود میکنه ولی کسایی که قناعت دارن مثل یک گنجیه یک گنجیه که به وسیله از این گنج میتونن به خیلی چیزهای دیگه دسترسی پیدا او آرامش که هدف اصلی در زندگی هست امه. که و حتی غیر بر... از آرامش که انسان در زندگی خو ناز داره و احساس رضایت حتی میتونه برای انسان کمتر به گناه میفته کسایی که قناعت دارن بلیم. چون دنبال تمه اونا نه به هر راهی که یک اندوخته جمع کنه اگه همونطور که شما فرمودید اگه مال حرام باشه اگه مال ام. یتیم باشه وقتی انسانی که طمع او رو ورداره بله. از هر راهی فقط میخواد پول و اندوخته ای رو جمع ام. کنه جالب اینجایی است که ما این رو میگیم همیشه هم نمیتونه انسان از او اندوخته ها استفاده کنه بله بله. ممکنه اونا رو ذخیره کنه برای نسل بعد آه. خب حتی این یک آسیبی است که انسان بخواد به او داشته خودش قناعت نداشته و همش در پی اندوخته باشه که برای خود از انسان هم خودش باقی هم استفاده خب علاوه ما گفتیم بر کنار قناعت مهم. باید انسان تلاش هم داشته باشه خب بعضی وقتا میگن که ما قناعت کنیم دیگر همون کم خود راضی باشیم پس هیچ دنبال تلاش هم نریم بله. بعدش بحث قناعت و تلاش دو تا مقوله جدا از هم هستن و هیچ وقتم هم همدگر رو نف نمیکنه یعنی کسی که میگیم قانع باش به منظور از اینیه که تلاش تلاش نکن, بلکه تلاش تو بکن بقیه ادامه راه رو هرس نورس دلست. یعنی تا جایی که روزی از تو بود همون رو بگیر و قانع باش بقیه از رو هرس نورس و ادامه تلاش خودتو به خدا بسپر میگم من،, تلاش کردم بقیه رو خدا برای فراهم کنم بسیار عالی بیان برنامه داریم تقدیم عزیزان همچنان بعد از برنامه و بعد از وقفه ای که تقدیم شما عزیزان داشتیم هما را همراهی کنیم خب همراه ما هستیم با برنامه روشنا و صحبت در رابطه با مثبت اندیشی و رضایت از زندگی و عوامل موثری که نسبت به او بسیار اهمیت داره قناعت هست یکی از عوامل معثر در رضایت از زندگی بله اگر که تا به امروز قانع نبودیم و قناعت نداشتیم بیایم از امروز زیادتر خوبی های زندگی خدا ببینیم مثبت های زندگی خدا ببینیم اگر خانه معقر و خرد داریم ولی زیبایی های زندگی ما شاید زیاد باشه لبخند کودک دلنشین شما میتونه خودش بزرگترین زیبایی زندگی باشه و جمع اعضای خانواده محترمتان که در کنار هم با خوشی و خوبی هستن خود او میتونه بزرگترین سرمایه زندگیتان باشه مثبت های زندگی بسیار زیاد هست به شرطی که ما مثبت اندیش باشیم و دید خوبه داشته باشیم در ادامه صحبت ها هستیم در بخش پایانی که هست و یک پانزده دقیقه یا ده دقیقه بیشتر فرصت نداریم ادامه صحبت ها را میشنویم از زبان خانم حسن زاده عزیز خانم حسن بله داشتیم در مورد قناعت صحبت میکردیم گفتیم که قناعت یک امر درونی و فکری است مم. فردی که میخواد احساس بی کند قبل از اون که در خارج بی از اتفاق بیفته باید در ذهن از او اتفاق افتاده باشه راه های دستیابی به قناعت هم ما یک نمونهش رو گفتیم که یک به فرودست انسان نگاه کنه مقایسه که انسان میکنه هیچ وقت خود خود با بالا دست خود خود, خود مقایسه بله. نکنه مم. چون ای باعث میشه احساس از زندگی از او کم و کاسته بشه مورد دیگه ای که همیشه انسان لازم است نیازهای واقعی خود و نیازهای غیر واقعی خود خود فرق بذاره بعضی وقتا ما شده یک نیاز واقعی داره و مثل خوراک پوشاک انسان لازم است که طرف فصل زمستان لباس گرمی داشته باشه یا خوراک مناسبی برای روزمره خود تهیه کنه مم. خب اینا جز نیازهای واقعی هستند ولی بعضی وقتا نیازهای کاذب میای جای نیازهای واقعی انسان رو میگیره مثل همین چشم هم چیش می داشتن درستان. زرق و برق دنی... دنیایی خب این باعث میشه که انسان رو از قانه بودن خارج کنه بله. و حتی انسان رو باعث کنه که فکر کنه که من فلان چیز رو ندارم فلان موتری که فلان کرد کس داره چه من خانواده من ندارن یا فلان لباسی که فلان خانواده می اینها دقدقه های انسان رو زیاد میکنه مشکلات فکری و روحی انسان رو زیاد میکنه و حتی انسان رو میتونه از احساس رضایت از او رو خیلی کاهش پیدا کنه و به غم و قصه حتی میکشانه درستم. کسانی بودم چنان مشکلات دارن حتی به افسردگی کشیده شدم این نکته خیلی استراب و استرس چنان اونها رو برداشته که اونها رو دگرگون کرده حالا ما شاهد هستیم خانم انسان زنده میبینیم که هرچی که تجملگرایی زیادتر میشه در زندگی ها افسردگی استرس استراب به هم های زندگی و بی اتفاقی در زندگی بسیار زیاد مشاهده میشه حتی منجر به طلاق هم میشه پس خوب انسان اون چیزایی نا... چیزهایی که واقعا برای انسان ضروری نیست م. چیزهایی که نابجای در زندگی خود خود یک فکری بکنه مثلا بگه من چی در زندگی من نیاز چیز نیاز نیست اگه انسان قانه میخواد باشه م. اونهایی که نیاز نیست در فاکتور دوم قرار بده فاکتور سوم قرار بده یعنی اگه اصلیا در زندگی زندگی ما شد ما به همونا زندگی خود میگردانم یعنی خارم اصلا زاده ببخشید یعنی که قناعت یک حد حدود داره درست یک حد اندازه داره احسان. ما در حد قانی باشیم که اعتدال باشیم، نه در حدی که بگیم هیچ چیز نداشته باشیم برو دیگه یعنی قسم زندگی میچرخه نه در حدی که دیگه چشم هم چشمی داشته باشیم احسان. که باعث آزار و اذیت خود و دیگرا باشیم و حتی زندگی خود وقت نبینیم و همیشه دید ما نسبت به زندگی های دیگه مثبت باشه پس یک حد داره احسن. حتی برای ت... ما برای دستیابی به قناعت برای بودجه زندگی خودمان خب وقتی میخوایم بودجه رو تنظیم کنیم جوری در انسان تنظیم میکنه که با دخل با خرج از او بخوره مثلا ماهانه مثلا درآمد هزار تا هست من جوری برنامه ریزی نکنم که سه هزار خرجون بشه ام. که این باعث میشه که نگرانی و احساس نارضایتی در زندگی ما دو بشه درستان. بلکه به اندازه همون هزار ام. که مد نظر هست بودجه من با دخل و خرج به هم بخوره جوری نباشه چون همه دخل و خرج با هم نخورد احساس نارضایتی و غم و غصه انسان رو فرا میگیره کسی که قناعت رو پیشه میکنه این رو باید در نظر بگیریم بزرگترین چیزی که سودی که برای از و... بعضی وقتا میگم ما یه قناعت کردیم آخر چی به دست آوردیم میگم عزت نفس از او به دست آوردیم بالاترین چیز یک انسان عزت نفس است که انسان میتونه داشته باشه که دست معمولا دور رو هست بعضی وقتا حتی کسایی هستن که پول دارن و ثروت زیادی دارن ولی مادام دست اینا پیش از یزو دراز است بق... میتونه بگیم گدایی در چیز از وجود از اونها هست با وجودی که لازم مالی ممکنه مشکل نشه ولی همه شال نه که به لفظ طلب کنن نالان هستن من ندارم این طور بودیته ولی بعضی از انسان هایی هستن واقعا زندگی ام. ساده ای دارن ام. و ما با آنها زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه میگیم هیچ وقت دست تو پیش بنده خدا دراز نیه آه. همیشه اگه چیزی میخوان از خداوند متعال میخوان دقیقا. رو باید بدانیم وقتی انسان رزق خور از بنده خدا بخواد از دو حال خارج نیه امه. یا بنده به اون میده امه. که منت هست یا به اون نمیده که باید شده او زلیر کنه امه. ولی وقتی از خداوند مطال انسان این رو خواسته باشه روزی خود خور باعث میشه خدا اگه به او بده نعمت است. بله. اگر هم به او نده حکمت است از من دلیلی بوده مسلحت خداوند برای از او میدانسته پس خوب انسان این دست نیاز خود خورد دست گدایی خود خور. همیشه مانندی که انسان روز چند بار قنوت انجام میده از خداوند بله. بخواد بله. تا این که از بنده خدا بخواد و این عزت نفس انسان باعث میشه طبیعت بشه و یک انسانی باشه که با وجودی که نداره ولی به خود خود افتخار میکنه درست بله احساس رضایت و شادکامی میکنه امه. حتی باعث میشه فرزندان از این فرد جوری بار بیاین که هیچ وقت به خاطر مال دنیا خودخور کوچیک و حقیر نکنن امه. بلکه عزت نفس خودخور حفظ کنن و این خیلی میتونه به انسان عزت نفس روحیه بده احساس رضایت بده خب و انسان در زندگی خب میخواه احساس رضایت داشته باشه بل. یکی از دلایلی که قناعت میتونه به انسان بده, بده عزت نفس ازونه. اونه چقدر میتونه ای عزت نفس اعتماد به نفس از اون ده. بالا ده. ببره ده. و چه کارهایی که قبلا فکر میکرده اونها رو نمیتونه انجام بده مم. امروز میتونه اونها رو با موفقیت انجام بده ده. شاید دلایل مادی نداشته ولی دلیل اون که ای باعث شده تحریک کنه که کار رو انجام بده همون عامل درونی از ای هست بله حتی میتونه موفقیت هایی را کسب کنه ام. و به سربونندی های برسه خب پس عزت نفس مهمترین سرمایه زندگی ما است چون سرمایه زندگی خیلی ارزش پیدا میکنه که انسان در او زندگی احساس رضایت و خوشبختی امه. کنه و هدف داشته باشه عزت نفس یکی از اونه با وجود که انسان میتونه بسیاری از کمبودهای زندگی خود خود رو حتی نادیده بگیره کسانی که عزت نفس داشته نفس باشه نه. دیگه با وجود میدانه که من فلان چیز رو در زندگی خود ندارم ولی دست خود خود پیش بنده خدا آه. اجازه نمیده بلی. درست کنه عزت نفس داره توانمندی هایی داره در وجود خودش یعنی با عزت نفس توانمندی های خودش رو پیدا میکنه استعداد های خودش رو پیدا میکنه و وقتی که یک انسان بفهمد که یک قدر توانمندی داره و یک قدر استعداد داره مسلم است که هیچ وقت نیازمند نمیشه و کوشش میکنه که بی نیاز باشه از خلق از مردم نیاز باشه چرا که خودش استعداد داره خودش توانمندی داره دیگه نیاز نداره که بره دست خدا پیش مردم بخصن. دراز کنه و وقتی هم که خداوند بنا حکمت به او مثلا یک نعمتی رو نمیده و او هم بنا بر حکمت بوده نداده اینجی سازش میکنه وقتی کسی که عزت منده سازش میکنه منظور اینه که نالان نمیشه کسایی که احساس نارضایتی در زندگی خود دارن اگه توجه کرده بسیار نالان هستن من کار موفق اصلا به احساس میکنن در فلان کار موفق نیست و بعض وقتا با صحبت میکنم با چنین افرادی که احساس نارضایتی دارن در زندگی میگم ما اگه فلان بگیم فل... این کار که الان شکست خوردی بیا یک کار دیگه شروع کن میگم من در اون کارم شکست میخورم یعنی حتی به توانایی که در وجود از او هست هم اعتماد نداره ولی بر کسی هسته که عزت نفس داره ام. حتی شکست بخوره میگه من دوباره بلند میشم و او کار رو بهترین نه انجام میدم و همچی کار را میکنه و همین احساس رضایت درونی از او هست که میتونه به موفقیت برسانه خب میتونیم بگیم رهایی از اسارت ذلت درونی این است که انسان در تمام امور خودش قناعت داشته باشه قناعت هم مخصوص به امور مادی نیست ما همیشه فکر کنیم به دارایی های مادی که نداریم باید قناعت کنیم حتی به معنویات که میگن بعض وقتا قناعت کنیم منظور این است که اون معنویات خود خود بالا ببریم <applause> مثلا کسی میبینه که فردی ما گفتیم در دارای ها و ثروت همیشه فرو دست خودخور نگاه کن <applause> ولی در کمالات و معنویات و تقوا همیشه باید انسان بالا دست خود نگاه کنه من ببینم چه چی چیزهایی در من کم بود است که من با تلاش اونها رو به دست بیارم <applause> و هرچی هم معنویات انسان بالا بره و در زندگی باعث میشه که سازش بیشتری با خانواده <applause> انسان داشته باشه هم هم نه تنها با خانواده با اجتماع و از همه مهمتر با خود خود انسان باقید. مشکل نداشته باشه بعض وقتا افرادی هستن که احساس نارضایتی در زندگی دارن حتی از دست خود خود نالان هستن و حتی مشکلاتی که مربوط از, از خود خود میناند و حالا که بماند از خانواده و اجتماعی اینها همه اون حس کمبودی که در اونها وجود داره همش میشه به واسطه قناعت در زندگی اونها رو جبران کرد یعنی افرادی که قناعت به خرج بدن واقعا می تانن افراد موفقی در زندگی خود باشن و حتی چیزایی که پله رو ما میگیم کنن مم. که در تصور از اونها نیست بله بله پله های موفقیت پله های موفقیت و همونطور که در روایت ما بیان کردیم مطمئنا برکت و قناعت رو در زندگی خودشان میبینه حال ممکنه در مال اموال خونه در کمالات خود خود ممکنه چون اونجور نیست که انسان به یک کاری رو به خدا وا بگذاره و خدا او رو رها کنه مطمئنا اگه او کار رو ماچا در زندگی ظاهری متوجه نشه مطمئنا در کمالات انسان خودش متوجه میشه بسیار علی تشکر می کنیم خانم از فرصت برنامه خلاص شده و امیدوار هستیم که در زندگی خود ما از همین حال تصمیم بگیریم و تلاش کنیم که بتوانیم قناعت داشته باشیم و این گنج بزرگ کلید گنج خوشبختی و احساس رضایت و احساس رضایت را در زندگی خود ما به دست بیاریم زیاد سخت نیست با تلاش و کوشش انشالله میتونیم قناعت را در زندگی خود ما بگنجانیم و انشالله به دنبال او خوشبختی ها و موفقیت ها را هم به دست بیاریم از خانم اسدادی عزیز هم سپاسگزار هستیم خوش. و از صحبت های بسیار خوبشان و از حضور گرم همه شما عزیزان بیننده سپاسگزار هستیم و شما را به خدای بزرگ میسپاریم تا روشنهای بعدی که باز هم مهمان شما عزیزان خواهیم بود شما را به خدا مسپاریم خدا نگهدارد